رسیدیم به جلسه سوم آموزش به زبان ساده اکسل یعنی اکسل به زبان ساده خب در این جلسه میخوام یکی از این های اکسل رو به شما توضیح بدیم که خیلی مهمه و این هم یکی از اون فایل هایی هست که من زمانی که تو مپنا بودم و گزارشات ماهانه از ما میخواستن و این گزارشات ماهانه چون توی مپنا تی بی ام ها به صورت روزانه برگزار می شد و هر نفری موظف بود که در واقع یک برگه تی بی ام تکمیل بکنه و اونها رو ارائه بده که همجور که می بینید و در نهایت جمع کردن اینها و آمار گرفتن از اینها اگر غیر از اکسل می بود بسیار سخت می خب شما میتونید با یک اکسل ساده و به صورت روزانه اینها رو صرف بکنی خیلی راحت در انتهای کار یک خروجی خیلی خوبی به شما میده حالا به این سراغ بحث تب فایل که در تب فایل سه تا گزینه اول داریم که مربوط به در واقع فایل هاست گزینه هوم رو اگر ببینید اینجا میاد و اون اکسل هایی که آخرین بار شما در واقع اومدید و باز کردید رو به شما نشون میده مثلا فرض کنید من با اکسل یک رزومه هم درست کردم بچه ها نگاه کنید این رزومه اکسلی هست که خیلی راحت شما میتونید این رزومه رو درست بکنید اطلاعاتتون رو بدید و در نهایت هر چقدر که هی اضافه شد اینجا تهش اضافه کنید چون به حال رزومه شما داره اضافه میشه باز به این به تب هوم تو قسمت پینید پی... پی یا پینید یعنی اونهایی که پین کردین رو میاد که الان فعلا باش کار نداریم بریم آموزش رو برای ما باز بکنیم یا وقتی از شما یه تب جدید میخواییم باز بکنید که اون تب جدید رو اگر نیو رو بزنید و بلنک ورک بوک رو شما بزنید یک تب جدید و یک آیتم جدید رو برای شما باز میکنه که این هم از نیو که باز برگردم همون آمار تو قسمت اوپن هم به همین صورت شما اوپن رو بزنید چند تا گزینه برای شما باز میشه گزینه ریسنتلی همون چیزایی هست که آخرین در واقع اکسل هایی که باز کردید وان دیوایس قبلا خدمتون گفتم ما مثلا گوگل شیت داریم گوگل شیت همون اکسل آنلاینه که شما میتونید اینجا اگر اکسل آنلاین داشته باشید اینجا خیلی راحت بهش دسترسی پیدا کنید ساین این رو اگر بزنید و ایمیل رو بزنید مثلا من میزنم جواد sadidi.ipec gmail آی که ایمیل خودم هست و نکست رو بزنید میاد ازتون پسورد میخواد و بعد وارد میشه و در واقع میتونید به اون اکسل هایی که توی درایو دارید گوگل درایو دارید دسترسی پیدا کنید این سه تا گزینه هم همینطور شما توی دیسپلی دیس که میگردید حالا اینجا میتونید در واقع برید و پیدا بکنید و تو بروز هم همینطور و این آیتم هم که اد است که شما در یک سری جاهای آنلاین که حالا تو ایران معمولا همون توی دیوایس درایف ها یا جای آنلاین که اکسل رو گذاشتید میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید خب سیو و سیو از اون من خدمتون بگم سیو اینه که شما میخواید فایلی که تغییر دادید بذارید من برم فایل آموزش رو بیارم ریسنتلی آمار آموزش آمار آموزش رو انجام دادید و اینجا میخواید سیوش بکنید میاد سیو میکنید کنترل اس هم اگر بزنید همین کار سیو از سیو رو انجام میده اما شما این فایل قبلی نمیخواید دست بخوره ولی میخواید تغییرات رو در یک فایل جدید اعمال بکنید میایید سیو از میگیرید توی سیو از رو اگر بزنید از شما میپرسه که کجا من سیو از کنم شما میتونید براوس بدید بیاید توی دکستاپ و در اینجا میتونید فایل رو سیو از کنید با اسم دیگه مثلا آمار آموزش به فارسی بزنم آمار آموزش آموزش یوتیوب خب حالا یه نکته اینجا وجود داره اینه که شما گاهی وقتا میخواید اصلا به صورت اکسل نباشه توجه کردین میتونید به صورت پی دی اف بگیرید یا مثلا فرض کنید آیتم های اکسل 97 2003 بگیرید یا موارد دیگه ای که کاربرد زیاد داره همینه پی دی اف و مثلا اکسل اکسل شما ممکنه مثلا فرض کنید قدیمی باشه ای e بگیرید یا XLSX بگیرید هر کدوم از اینا رو اگر بگیرید سیو بکنید میتونید سیو بگیرید با هر فرمتی که شما دوست داشتین و اینجا برای شما سیو میگیرید خب آیتم مربوط با پرینت که حالا پرینت فایل اکسل یه مقداری سخته الان نگاه کنید من بذارید بیام این فایل اکسل من میبینید یکم طول و درازه مثلا این قسمت ها هم هست و میخوام مثلا من یک در واقع پرینت یک نواخ بگیرم اگر دقت کرده باشین من قبلش این خط تیره ها نبود وقتی کنترل یا پرینت رو گرفتم این خط تیره ها اومد این خط تیره ها در واقع همون برگاه هایی هست که پرینت میگیره یعنی اگر شما الان پرینت بگیرید این تا اینجا یک برگ است یعنی از اینجا تا اینجا یک برگه بعد مثلا از اینجا تا تا اینجا یک برگه بعد میاد بالا به همین صورت خب حالا من میخوام مثلا این رو نگاه کنید پریویو رو ببینید پرینت رو که میزنم یه پریویو به من میده و اینجا تمام اون برگ هایی که میخوام اونجا علامتم زده شده اینجا به من نشون میده بعضی هم که اصلا خالیه درسته؟ حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام این پرینتمو بیارم فقط این قسمت رو بگیرم این قسمت رو بگیرم چی کار باید بکنم؟ ببینید در قسمت این پایین این قسمت پایین میایید در واقع پیج بریک پریویو رو میزنید این قسمت این رو میزنید و این به شما چی میده؟ در واقع پرینتتون رو میده حالا من میخوام این پریویو پرینت رو تغییرش بدم چیکار میکنم این صفحه یک صفحه دو صفحه سه صفحه چهار صفحه من میام این وسط قرار میگیرم کلیک رو میگیرم و تا هر جایی که دوست داشته باشم میتونم این رو بکشم در واقع الان چیکار کرد الان اومد به دو صفحه تغییر پیدا کرد تاجه کردین حتی میخوام توی یک صفحهش کنم اینو دوباره میکشم تا پایین که البته نمیشه دیگه این ظرفیت اکسل ظرفیت چیز ظرفیت در واقع اون پرینت بیشتر از این نمیشه خب من میخوام تا اینجا بکشم دیگه بیام تا اینجا اوکی و یک صفحه هم بیشتر نشه میام اینجا و این میشه صفحه پرینت من توی یک صفحه من اینو جا دادم حالا این پرینت پرینت بگیریم پرویش رو ببینیم ببینید دقیقا توی یک صفحه برای من اینو نشون داد پس به راحتی میتونید بیاید توی تب در واقع این قسمت پیج بریک پریویو این رو بزنید و حتی اصلا میخواید فقط همین قسمت رو بگیرید میاد اینجا این رو اینجا انتخاب میکنید بعد شما اگر میخواید این قسمت نباشه این رو در واقع هایدش میکنید که حالا اینا رو بهتون میگم و فقط همین تیکه میخواد پرینت بگیرید میاد انتخاب کردید ببینید من انتخاب کردم اومدم اینجا یک دو تا فلش کنار هم کلیک رو گرفتم و تا هر جایی که دوست داشته باشم میتونم پرینت رو انجام بدم من میخوام فقط همین رو پرینت بگیرم بعد میام توی قسمت پرینت و نگاه کنید همون تیکی که من انتخاب کردم به عنوان در واقع محل پرینت من در نظر گرفته شد حالا یه سری تغییرات هست مثلا اینجا نو پرینتر رو انتخاب میکنیم و یه نکته دیگه در مورد پرینت بگم شما میتونی در اینجا به صورت در واقع پی دی اف هم بگیریم مثلا معلوم پرینتر ندارم به صورت پی دی اف من مایکرو سافت پرینت تو پی دی اف یعنی اینو بزنم پرینت بگیرم به من یه پرینت میگه کجا اینو به صورت پی دی اف داکیومنت سیو کنم و محل رو بهش میدم و پرینت میکنه یه وقتی از مثلا شما پرینتر داری میری پرینتر تو اینجا تعریف کردی قبلا نصب کردی اینجا میتونی پرینتر رو بگیری یه وقتی هست مثلا فرض کنید حالا این رو فعلا کار نگیرید میخواید مثلا 6 تا صفحه است 7 تا صفحه صفحه دوم رو بگیرید تا مثلا پنجم اینجا پیج مثلا دو تا پنج رو میتونید در واقع اینجا بگیرید توی قسمت حالت صفحه یعنی اون پرینت میگه اینجوری باشه یا به صورت در واقع لندسکیپ بهش میگن اسکیپ باشه هر حالتی بخواهی میگیره و این اندازه در واقع کاغذ رو میگه آچار a آسه هست که معمولا آچار رو انتخاب میکنید و این هم که در واقع هاشیه های کاغذه که میگه هاشیه نرمال باشه پهن باشه و جمعتر باشه که هر کدوم از اینها رو خواستین شما اینجا میزنی و در نهایت پرینت رو میزنی حالا تعداد کپی هایی هم که میخوای بگیری اینجا مشخص میخوایی چند تا کپی بگیره برای من و در نهایت پرینت رو میزنی خب یه وقتی هست شما یه داستان دیگه داری یک دونه چیز داری بذارید من یه کپی از این بگیرم خب یا آموزش دیگه داریم مثلا آموزش فروردین داریم اردی داریم تیر ماه تو میخوای قفل کنی که هر کسی نبینی یا اصلا کلا میخوای این فایل رو قفل کنی براش قفل بذاری چیکار میکنی مثلا من سیو بگیرم توی دسکتاپ براوز تو اوکی سیو خب دو دکستاپ من سیف حالا میخوای رو قفل کنی چی کار میکنی؟ میای توی اینفو میخوای برای در واقع اکسلت قفل بذاری چون ممکنه اطلاعات مهمی باشه اگر میخوای کل اکسلت رو قفل کنی میای توی انکریپت وید پسورد این رو که بزنی ازت یه پسورد میخواد مثلا من میزنم یک دو سه فرض کن بعد دوباره ازت میخواد یک دو سه اوکی میکنی و بعد فایل رو سیو میکنی و بعد میای بیرون و این رو که بزنی ازت پسورد میخواد میگه یک دوسه اینتر و اون فایل برای شما باز میشه اما یه وقتی هست حالا دوباره اگه بخوای این قفل رو برداری میای اینجا دوباره اینفو پروتکت ورک بوک این رو انتخاب میکنی میای این وید پسورد و این پسورد رو پاک میکنی و شما اوکی رو که بزنی دیگه این از شما پسورد نمیخواد سیو میگیری و دوباره باز میکنی از شما پسوردی نمیخواد اما من میخوام فقط تیر 1400 و این تیر 1401 رو چیکار کنم قفل بکنم زبانه یا همون شیت رو قفل بکنم چیکار میکنم میام اینجا تو اینفو پروتکت شیت و پروتکت current شیت میگه چی میگه آقا فقط همین همین زبانه رو من قف کن خب اگر تیک همه اینا رو و رمز بذاری فقط طرف میتونه ببینه مثلا یک دو سه ولی خب هر کدوم از اینا هم اضافه بکنی دیگه برات پسورد میذاره دوباره پسورد یک دو سه میذارم اوکی میکنم میخوام بیام بیرون سیوش میکنم دوباره میام داخل میخوام تی رو انتخاب بکنم مثلا یه یه آیتمی رو میخوام اضافه بکنم دیگه به من اجازه اضافه کردن نمیده حالا دوباره میام اینجا تو اینفو پروتک دوباره پروتک کورن شیت رو میزنم از یک دو سه رمز میخواد و این رمز برای من در واقع این رو باز میکنه حالا این دیگه شما بستگی به خودتون داره که چه چیزهایی رو میخوایید در پرت کورنس شیت اضافه بکنید مثلا میاید همه این آیتم ها رو من اضافه میکنم بذار ببینیم چه اتفاق میافته خب دوباره رمز بزنم یک دو سه اوکی کنم باز دوباره میگه بگو یک دو سه و تمام حالا میام بیرون دوباره تیر 1401 رو من باز میکنم نمیدونم چرا بسیاری دوباره امتحان بکنم ببینم چرا قفل نشد چون معمولا خب یک دو سه اوکی دوباره بذارم اون تیکاشو وردارم شما با همون تیکای چیز بکنید تیکایی که اینجا هست یک دو سه هی شما اینا تیکا رو یکی یکی بردارید و اضافه بکنید قاعدتا به اون چیزی که میخواید میتونید برسید خب این هم از این و دیگه چیز دیگه ای اینجا ما نداریم که بخواد حالا قابل مهم و قابل گفتن باشه خب این جلسه تموم شد حتما حتما کار بکنید بچه ها نکته ای که خیلی بر خودم جالب بود و مهم بود همین بحث پرینت گرفتن که خیلی از بچه ها خیلی مشکل داره مثلا پرینت میگیرن یک تیکه یه صفحه میفته یک تیکه صفحه دیگه که خب این نقطه این نقطه نکته خیلی خوبی بود ممنون از توجه شما حتما لایک و سابسکرایب بکنید مرسی مرسی دوستتون دارم و خودتون باشید